بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه کسب و فیلمبرداری توی خونه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حسین باقری هستم از فلت جی اف ایکس و خیلی خوشحالم که توی یک ویدیو دیگه هم با شما همراه هستیم. اما خب عزیزان، می‌خواستم که یک چیزی رو به شما معرفی کنم که خیلی میتونه برای کار عکاسی و فیلمبرداری با گوشی برای شما مناسب باشه. یک سری لنزایی هست به اسم پک لنز موبایل که خب شاید توی دیجیکالا دیده باشی، شاید به چشمتون خورده باشه. چیزای خیلی عالی هستن عزیزان. یه سری لنزایی هستن حالت کلیپسی روی گوشی سوار میشن، دوربین جلو دوربین عقب. البته با توجه به نوع گوشی متفاوته، مثلا ممکنه که یه گوشی که مثلا شما داشته باشید، مثلا فرض کنید که حالا این گوشی وای 7 2017 من که همونطور که می‌بینید خیلی هم آشولاشه، مثلا گوشی من ممکنه مثلا لنزش برای من اینجا وصل میشه، حالا ممکنه برای شما کنار و حالت‌های مختلفی داره. شما باید به اینش دقت داشته باشید. منتظر این پک لنز خیلی برای کار فیلمبرداری و عکاسی مناسبه. قیمتش هم قیمت خیلی خاصی نیست. اگه یه گوشی اوکی میان رده، حالا میان رده نگم، متوسط خوب اوکی داشته باشید، خیلی میتونه براتون خوب باشه. بریم تا ببینیم که این پک لنز چطوریه و به چه کاری میاد. خیلی خوب عزیزان، این سایت اولنز سایت باحال خوبیه که مثلا این پک لنزا رو من از قدیم یادم، مثلا چند سال پیش یادم که بنده خدا داره، که میتونید خیلی ساده سرچ بکنید اصلا خرید پک لنز گوشی. دیجیکالا ممکنه بیاره، سایت مختلف میتونه بیاره و خیلی چیزای باحالیه. این حالتش این شکلیه که خب هر کدوم از این لنزا روی این گردیه در واقع کلیپ سوار میشه و خیلی ساده و خوب شما میتونید که عکسای فوق العاده حرفه‌ای باش بگیرید و فیلمبرداری اصلا چه چیزا عجیب غریبی. بذارید بزنم جلوتر، مثلا ببینید این قسمت پایینشو، شما قسمت بالاشو کاری نداشته باشید، این قسمت پایینش without lens، بدون لنز، و این قسمت پایینی با لنز، حالت واید تره. یعنی مثلا اگه گوشی شما اینطوری میگیره، این واید تر میکنه زاویه دید گوشی شما رو و خب خیلی عالیه انصافا. یا مثلا میام جلوتر که حالا دیگه حالت تبلیغاتیشه، مثلا آقا این لنزا همش رو این سوار میشه، اینجاش هم قشنگ نرم و خوبه که خب مثلا به گوشی ضرری نمیرسونه. منطقه مثلا وقتی بیایم پایین تر، سایت های مختلفی برای این داستان هست دیگه، مثلا ما بذارید مثلا این رو ببندیم بیایم اینجا، این سایت خیلی خوبه، مثلا لنزای فیش آی که حالت چشم ماهیه. ماهی چطوری میبینه عزیزان؟ ماهی بدبخت بیچاره دقیقا این شکلی میبینه، همه چیو گرد میبینه. عکسای اینستاگرامی دیدید مثلا بعضیا مثلا زده تو بیو پیجش فوتوگرافر موبایلر، موبایلر فوتوگرافر، از این چیزای این شکلی. خیلی از دلایل این که عکساشون خوشگله، به دل میشینه، چه زاویه مندو، چه به دل میچسبه، دقیقاً اینه که از همین لنزا استفاده میکنن. خب چیزای خیلی باحالی هم هست. خب انواع و اقسام داره، مثلا این باحال، این حالت رینگ فوکوس هم داره که خب مثلا شما میتونید استفاده بکنید، مثلا حالت ماکرو. پس چی شد؟ فیش آی واسه چشم ماهی بود که همه چیو بدبخت بیچاره گرد داره میبینه. حالت ماکرو برای عکاسی ها، برای عکاسی از جزئیات ریزه. مثلا به عنوان مثال فرض کنید که شما میخواید چشمتون عکس بگیرید، اینقدر خوشگله، اینقدر خوشگله، واقعا خدا چی آفریده این انسان ها رو. وقتی شما از چشمتون بخواید عکس بگیرید، اینقدر خوشگل میشه واسه از این در واقع لنزا عکس گرفت. که البته هرچند گوشی های امروزه، چه شیائومی چه حالا اپل، گوشی های مختلف یه لنز ماکرو و یک در واقع دوربینی که لنزش ماکروه خود به خود روش هست. اما از این نوع لنزا هم ما نباید غافل بشیم. مثلا این عکس در واقع معمولیش، لنز سوپر واید که خب همونطور که میبینید نوشته اوریجینال ایمیج که عکس معمولیش اینه، سوپر واید. قشنگ گفتم این شکلی گوشی شما، این شکلی میشه، یعنی این شکلی میشه گوشی شما، اینطوریه، این شکلی میشه. دقیقاً بخوام بهتون نشون بدم که خب واسه عکاسیای مثلا فرض کنین لندسکیپ، عکاسیای منظره خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگه شما مثلا یه پیجی دارید در مورد مثلا گشت و گذار توی ایران و با گوشیتون هم عکس میگیرید، خب بابا بیاین از این لنزا بخرید، این قدم کاراش خوشگله، این قدم چیزای عالیه. مدام فقط اینا چیزای خیلی ظریفیه، باید دقت کنید که کامل نگهداری کنید ازشون، با دستمال مخصوص خودش تمیزش کنید. خش بیفته تموم، خش بیفته دیگه بهش دردی نمیخوره. بعد خیلی دقت کنید، یک سرچ هم شما اصلا خودتون تو اینترنت بزنید، آقا انواع اقسامش اصلا انگلیسی سرچ کنید، آقا اصلا از مالتینا، از مثلا ایگرد، از اینا اصلا خواستید بخرید، چیزای حرفه‌ای، چیزای خوب و خوشگل بخرید که به کارتون هم بیاد، موندگار باشه در عین حال، و به همین سادگی و به همین خوشمزگی میتونید که از اینها استفاده بکنید. مثلا این لنزش تلفوتوه واسه زوم مثلا 190 درصده، و خب خوبی که این لنز داره، حالا مثلا میگید که آقا مثلا این تلفوتو، این زوم دیگه، لنزای تله برای فواصل خیلی زیاده، مثلا میگید که آقا خب مثلا ما با گوشیمون زوم میکنیم،
چه فرقی داره؟ زومی که خود گوشی داره زوم دیجیتال عزیزان. ما یه زوم دیجیتال داریم، یه زوم اپتیکال. زوم دیجیتال همون حالت نرم افزاریه که عملاً عکسو بزرگ میکنه، زوم نکرده. من خب کیفیت عکس خیلی میاد پایین. شما قاعدتا خودتون باید تست کرده باشید که آقا وقتی زوم میکنی روی دوربین همه چی پیکسلاش معلوم میشه، دوندونیه. اون دقیقا زوم دیجیتاله. منتها زوم اپتیکال با توجه به عدسیایی که خود چیز داره، حتی با اصلا دوربینام هم همین شکل دیگه. آقا مثلا این دوربینه، این دوربین منه، این مثلا لنز 1855. وقتی که این در میاد، این مثلا ببینید بالا پایین میشه، دقیقاً به علت همین جابجایی عدسیاست که زوم میشه و زوم بک میشه، تصویر بزرگ میشه و تصویر کوچیک میشه. توی این دوربینام، توی این در واقع لنزام به همین شکل عزیزان. و خب لنزایی که داره چیزای خیلی عالی و خوبیه که من واقعا پیشنهاد میدم. اگر شما میخوای موبایل گرافی انجام بدید، موبایل فوتوگرافیه، حالا موبایل گرافیه، اگر میخواین انجام بدید حتما حتما از این لنزا تهیه بکنید که خیلی به کارتون میاد. و در نهایت ممنون و متشکر عزیزان که تو این ویدیو هم با من همراه بودید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. همین الان عزیزان کانال رو دنبال بکنید، اگر ویدیو بهتون خورد لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. به سایت ما هم سر بزنید، اونجا آموزش ها خیلی مرتب منظم‌تر در اختیار شما قرار داده شده. و در نهایت ممنون و متشکر، امیدوارم که موفق و مؤید باشید. بعد از صحبت من یه ویدیو براتون معرفی میشه که از کانال خودمونه، طبق سلیقه خودتون هم انتخاب شده، میتونید ملاحظه بکنید و اون ویدیو رو هم ببینید. ممنون و متشکر، موفق و مؤید باشید. در پناه حق، خدا یار و نگهدار شما باشید.